واکنش تند مسکانجی به اظهارات اخیر غنی درباره پدرش. مسکانجی دختر دکتر نجیب الله به سخنان روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس کشور واکنش تند نشان داده است. جزئیات این مطلب را با هم از چینل پگا پلس میشنویم. بینندگان عزیز چینل پگا پلس را سلام. با امید سلامتی و شادکامی شما عزیزان، این بار توجه شما را به عکس العمل مسکان نجیب دختر دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان در رابطه با سخنان و مصاحبه اشرف غنی با رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا یعنی سیا جلب میکنم. ببینید که اشرف غنی در رابطه با دکتر نجیب الله چی گفته است که دیگ غضب مسکا دختر او را به جوش آورده است و از خود واکنش تندی در رابطه با این موضوع نشان داده است. با پیگاه باشید تا از جزئیات بیشتر این قضیه مطلع شوید. مسکا نجیب دختر دکتر نجیب الله به سخنان روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس کشور واکنش تندی نشان داده است. مسکا نجیب دختر دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان با واکنش به سخنان اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه فیسبوکش نگاشته است: رئیس جمهور غنی، جنگ در افغانستان یک پروژه فیلمی 20 ساله نیست. به هر حال هر فیلمی نیز یک پایانی دارد. تکبر یک خودخواهی ناسالم است که نیاز به اصلاح دارد. آقای رئیس جمهور، خنده ایتان در پایان مصاحبه به رهبر در مقام شما بسیار غیر ضروری است. فقط افغانان ناسیونالیسم نیات صلح نجیب الله را درک می کنند. مطمئن نیستم که آیا شما یکی از آنها باشید. روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک ویدیو کنفرانسی با شورای اتلانتیک امریکا صحبت می کرد. در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال ایجاد دولت موقت در افغانستان گفت: یک بار این فیلم را دیدیم و دیگر نمی خواهیم آن را تکرار ببینیم. اشاره باید به اعلام استعفای دکتر نجیب الله در جریان مذاکرات با مجاهدین می باشد. او این استعفا را بزرگترین اشتباه دکتر نجیب الله خواند. دکتر نجیب الله که از سالهای 1987 تا 1992 رئیس جمهور افغانستان بود، او پس از روی کار آمدن حکومت به رهبری مجاهدین در افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برد. در سال 1996 طالبان پس از تصرف شهر کابل، دکتر نجیب الله و برادر شاهپور احمدزی را از دفتر ملل متحد در کابل بیرون کشید. بنخوست به ضرب گلوله کشته و سپس در چهارراهی آریانا حلق آویز کردند. همان گونه که اکنون تلاش ها برای مصالحه میان حکومت افغانستان و گروه طالبان جریان دارد، دکتر نجیب الله نیز در واپسین سالهای ریاست جمهوری خود طرح مشی مصالحه ملی را به مخالفان دولت پیشنهاد کرده بود، اما این طرح موفق نشد و بالاخره مجاهدین قدرت را در دست گرفتند و صفحه جنگ های تنظیمی و داخلی در افغانستان آغاز شد. با ابراز تشکر و قدردانی که همیشه چینل پگا پلس را تعقیب می کنید، در صورت که این ویدیو مورد پسند شما واقع شد، لطفاً با دوستانتان نیز شریک سازید. به غرض حمایه چینل پگا پلس ویدیوهای ما را لایک کنید و اگر تا هنوز با این چینل متصل نیستین، لطفاً با سابسکرایب کردن آن با این چینل بپیوندید تا از ویدیوهای ما مستفید شوید. منتظر پیشنهادات سالمتان غرض بهبود چینل در بخش کامنت ها هستیم. تا آماده و نشر ویدیو جدید، دست خدا همراهتان باد و زندگیتان سرشار از صمیمیت و سعادت باد.